سلام و درود به همه رفقای عزیز. امروز بهت میخوام بگم چجوری موتور ماشینتو تمیز کنی با گازوئیل یا مایعات دیگه که به قطعات الکتریکی خودرو یا کامپیوتر خودرو آسیبی وارد نشه. حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید. یه سری ویدیو اومد توی اینستاگرام که موتور ماشینتون رو نشورید به خاطر اینکه باعث میشه قطعات الکتریکی یا الکترونیکیش به هم بریزه و موتور مثل قبل نشه. چرا این حرفو میزنن؟ چون سواد شستشوی موتور رو ندارن. اگر یه موتوری، حالا فرق نمی‌کنه چه موتوری باشه، من فعلا همین موتور توی دسترسم هست، بیاد روش خاک بشینه، بعد یه مدتی همونطور که توی ویدیوهای قبلم توضیح دادم بهتون، روغن از جاهای متفاوت موتور نشت میزنه. همین باعث میشه اون روغن با خاک ترکیب بشه و مثل چسب و موم بچسبه روی بدنه موتور توی جاهای مختلفش. به مرور زمان با کارکرد بالای موتور روغن از چندین جاش ممکنه نشت بزنه و خاک بگیره و چون بعضی وقتا هزینهش نیست و پولش نیست ممکنه به تعویق بندازیم تعمیر رو. همین خاک گرفتگی و ایجاد چسب باعث میشه این موتور داغ کنه و حرارت رو توی خودش نگه داره. چجوری؟ این گرد و خاکی که توی بعضی از قسمت‌های ماشین می‌بینید یه سری شنریزه است و حالا یه سری خاک. خاک تنها خاصیتی که داره حرارت رو داخل خودش نگه می‌داره و همین باعث میشه این موتور خیلی داغ بکنه، حرارتش بره بالا، توی خودروهای پژو مشکلات واشر زدن پیش بیاد، توی این موتورها مشکل رینگ زدن و به هم خوردن یا دفرم شدن بلوک پیش بیاد یا سرسیلند و کلی مشکل ممکنه به وجود بیاد. حالا به صورت اصولی اگه بخوایم یه موتور رو بشوریم با چی باید بشوریم و چجوری باید بشوریم؟ برای شستشوی هر موتوری یه سری مواد وجود داره. آب، بخار، بخار سرد، بخار گرم، مواد نانو و و و و کلی بخار. اما بهترین مایع گازوئیل هست برای شستشوی موتور. حالا چرا میگم گازوئیل؟ تمام موادی که برای شستشوی موتور دارن استفاده میکنن یه سری معایب داره. مثلا مواد نانو یا اصلا اون موادی که میان به عنوان شستشوی موتور استفاده میکنن، بخار سرد، بخار گرم، اینا میاد شیلنگ های موتور رو خشک میکنه و اون خاصیتشون رو اینا بعد یه مدتی از دست میدن. درب سوپاپ بعد یه مدتی از یه جای الکی ترک برمیداره به خاطر اینکه خشک میکنن جنس پلاستیک رو. اما گازوئیل به خاطر اون روغنی که با خودش قاطی داره باعث میشه این پلاستیک حالت یه احیا کننده به خودش بگیره با اون گازوئیل و اون خاصیت انعطاف پذیری و نرم بودنش رو همیشه داشته باشه. اما به صورت کلی چه نکاتی رو باید برای شستشوی موتور رعایت کنیم؟ اول از همه و ابتداءً یادتون باشه که باتری رو از روی خودرو حتما باز کنید. قطب‌های مثبت و منفی رو جدا کنید و باتری رو بذارید کنار. اینجوری هیچ برقی وارد سیستم برقی خودرو نمیشه. حالا بعضیا میان میگن که اگه این باتری باشه روی ماشین و قطب‌هاش هم بسته باشه چه ربطی داره به شستشوی موتور؟ توی کلیت یه موتور و توی ساختارش بعضی از قطعات الکترونیکی یه سری خازن‌ها و بورد‌های روشون هست که با یه قطره آب یا یه قطره گازوئیل با این باری که پشت اون سیستم میاد میشینه و توش در جریانه باعث میشه اتصالی بزنه و بسوزه. این خاصیت قطعات الکترونیکه. برای همین موضوع بهتر باتری از روی خودرو باز بشه. دقت کنید توی خودروهای تیتاب 2، کویک و ساینا و شاهین جعبه فیوزش اون کنار طراحی شده. توی پژو هم جعبه فیوز کالسکیش اون کناره. حتماً اگه درب نداره با یه چیزی بپوشونید تا گازوئیل به داخل اون محفظه نفوذ پیدا نکنه. اما مورد بعدی که رعایتش حتما واجبه چیه؟ به علت اینکه رادیاتور توی این قسمت سینی جلو قرار داره و همیشه خاک وارد موتور میشه از این قسمت، بهتره گازوئیل روی صفحه ها و پره های رادیاتور نیاد. همون حالت روغنی که بهتون گفتم باعث میشه این خاک جذب اون رادیاتور بشه و با اون گازوئیل ترکیب بشه و توی اون شبکه های رادیاتور ببنده و هوا درست وارد موتور نشه و موتور داغ بکنه و از طرف آب توی رادیاتور هم به صورت کامل سرد نشه. اما نکته سوم چیه؟ اگر قطعاتی مثل این باکس فیلتر توی پژو هم همین جوریه، مثل این وایرها دم دست هست و میشه بازشون کرد، حتما از روی موتور باز کنید و بذاریدشون کنار. اما بریم سراغ شستشوی موتور. اگه ما بخوایم با گازوئیل هر موتوری رو بشوریم، نیاز داریم گازوئیل رو توی گازوئیل پاش بریزیم و با پمپ باد اون گازوئیل پاش رو کامل شارژش بکنیم تا بیاد اون مولکول‌های اکسیژن گازوئیل رو تحت فشار بذاره و فشردهش بکنه. تا زمانی که تفنگی رو فشار میدیم با یه فشار خیلی شدید
گازوئیل رو بپاشه روی موتور. اول از همه از قطعات بالایی موتور شروع میکنیم، همین قسمت های پلاستیکی و فلزی. اگه گازوئیل روی این قسمت ها بریزه، درست شسته نشه، ممکنه که آتیش بگیره. پس بهتره توی این قسمت که حرارت گیر یا چودنی قرار داره یه پلاستیک بکشید و حتما موتور سرد باشه. میایم با گازوئیل پاش روی تمامی این قطعات میگیریم، اما قطعاتی مثل این قسمت که نفوذ دارن به داخل یا توی این قسمت ها که با چسب وصل شدن این دوتا قطعه به هم نمیگیریم، چون ممکن اون چسب رو از بین ببره و گازوئیل بره توی موتور که کار زیاد درستی نیست. میایم تمام این قسمت ها رو که باز کردیم روی این قسمت های فلزی با فشار بیشتری میگیریم اون گازوئیل پاش رو تا اون چربی ها رو کلن بشوره و ببره. و سعی کنید حتما از یه طرف شروع به شستن بکنید، یعنی از این سمت ماشین شروع کنید و به این سمتش برید، از قسمت سختش برید به قسمت آسونش. اینجوری بهتره کلیه قسمت های موتور رو که با گازوئیل شورشون کردیم میذاریم گازوئیل روشون باشه، یه 10 دقیقه باشه و حتما توی کارواش این کار رو انجام بدید. بعد از 10 دقیقه با لنس کارواش، حالا همون مواد گازوئیل اگه باشه بهتر، اگه نبود با یه پارچه اون مناطقی که در دسترس هست رو کامل بکشید تا اون گازوئیل رو جذبش بکنه، اون حجمی که اضافه مونده. و توی قسمت هایی از موتور مثلا روی درب سوپاپ یا پشت موتور یا روی خود بلوک رو با اون لنس ها باید بگیریم تا اون گازوئیل رو کامل بشوره و با خودش ببره. اما حتما دقت کنید که اگه گازوئیل روی بدنه خودرو ریخت، توی این پالونی ها ریخت، حتما با لنس کارواش بگیرید تا اون گازوئیل رو بشوره و ببره، چون همونطور که گفته شد باعث جذب خاک میشه توی همون قسمت. بعد از اینکه به صورت کامل کل موتور رو شستید و تمیز شد، میایید با یه تفنگی باد کل موتور رو باد میگیرید و 1 الی 2 ساعت میذارید ماشین رو توی آفتاب که خشک بشه، کاپوتش هم همینجوری باز باشه. کل موتور که خشک بشه دیگه توی هیچ قطعه ای آب گیر نمی کنه یا گازوئیل اصلا گیر نمی کنه. بعد باتری رو میذارید سر جاش و ماشین رو روشن می کنید. اما یه سری نکات موند که اول ویدیو باید می گفتم. حتما این کاری که گفتم رو توی کارواش های انجام بدید که خدمات ماشین های سنگین رو انجام میدن. ولوو افهاش بیشتر کارهای اونا رو انجام میدن، چون هم وقتشو دارن هم دستگاهشو، هم از طرفی چون این پروسه زمان بره و ماشین شما هم خیلی کوچیک و نقلیه کسی کاریش نداره. اگه موتور ماشینتو اینجوری که بهت گفتم بشوری و تمیزش بکنی، هم عمر خود موتور میره بالا، هم لذت تمیز بودن موتور رو خودت میچشی. دم همتون گرم، حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید. خلاق و پر انرژی باشید.